بعد از اینکه ما اومدیم به شما یاد دادیم که راه‌های ایران چطور دانلود کنید در سایت OpenStreetMap، حالا می‌ریم که نتورک دیتا ست خودمون رو بسازیم. قبل از اینکه من به ساخت دیتا نتورک خودم ایجاد کنم، یعنی بیام شبکه راه‌های خودم بسازم، به یک دیتا ست ایجاد کنم، ابتدا باید مطمئن بشید که شما در قسمت اکستنشن نتورک آنالیست رو فعال کردید. اگر به قسمت کاستومایز برید، برای اکستنشن کلیک کنید، قسمتی داریم به نام نتورک آنالیست، در واقع باید این فعال باشه که ما بتونیم عملیات مربوط به تحلیل شبکه رو انجام بدیم. ولی یه قانون کلی وجود داره و اون اینه که همه اینا رو چک باکس بزنید، تیک بزنید که هیچ موقع با مشکلی مواجه نشید. مورد دیگری که خیلی بچه‌ها باهاش برخورد کردن توی مربوط به تحلیل شبکه، عملیات های مربوط به تحلیل شبکه، اینه که وقتی شما داده رو داری پردازش میکنید، پردازش به صورت نمایش نمیبینید، یعنی که پردازش شما در چه مرحله، مثلا 0%، 10%، 20% مشاهده نمیکنید و در واقع در این پایین نوشته میشه. ولی میخوام یه راهی بهتون یاد بدم که جلوی چشمانتون باشه و شما از سردرگمی به در بیاین، و اون اینه که وارد جیو پروسسینگ بشید. بعد از که جیو پروسسینگ رو کلیک کردید، به قسمت آپشن بشید و بعد به قسمت آپشن که وارد شدید، سیستم شما اگه چک کنید این دو جا تیک خورده، باید این دوتا رو بردارید که این اتفاق نیفته. پس من به قسمت جیو پروسسینگ میگیرم، به قسمت جیو پروسسینگ آپشن. البته سیستم شما اینجوره، اگر اینجور باشه باید اینو این تنظیمات انجام بدید که عملیات فرایند پردازش ببینید. بعد موقع عملیاتی داره انجام میدید و شما نمیبینید که حالا در چه مرحله ای، آیا ابتدای تحلیل، انتهای تحلیل، کی این تحلیل تموم میشه، چقدر زمان طول میکشه، چند ثانیه طول میکشه، و این باعث میشه که شما خسته بشید. پس در سیستم شما این دو تا چک باکس خورده، این و این. حالا اینو من برمیدارم و بر روی اوکی کلیک میکنم. پس در ابتدایی که من میخوام به نتورک دیتا ست خودم بپردازم، حتما با این تنظیمات رو انجام بدم.